سلام و درود خدمت همه عزیزا، امیدوارم حالتان عالی فوق‌العاده و پرفکت باشه، سر و حال و پر انرژی باشین. از زای دل همه تان خوش آمد میگم به برنامه هر شب نیم ساعت مطالعه. ما اینجا هستیم که بهترین کتاب های نایاب با هم مطالعه بکنیم. حالا وقت شما آمدین، تصویری از کتاب ای وطن جور نمیشه، ببخشین، کتاب حالا ای وطن جور نمیشه را هم در برنامه داریم که انشالله در آینده حتما بخوانیم. حالا کتابی که مطالعه میکنیم دانشکده کسب و کار است از جناب رابرت کیوساکی که میگه اکنون میتوانید به رویای خود برسید، همه چیز از زمان حال آغاز میشود. فکر میکنم شما میتونید کتاب الان اینجا ببینین. ما این کتاب را با هم مطالعه میکنیم و تصمیم بر این است که بهترین کتاب ها را و نایابترین کتاب های دنیا را با هم یک جا از این برنامه مطالعه بکنیم. ممنون از اینکه هستین، به صورت لایف، به گونه لایف از اینستاگرام در این برنامه اشتراک میکنین و همچنان عزیزایی که به گونه ویدیوهای این برنامه را بعدا تماشا میکنن از اینستاگرام یا یوتیوب از هر جایی. امروز عنوانی که داریم خیلی خیلی عنوان فوق‌العاده است، عنوان بسیار بسیار خوبی است. از صفحه 127 این کتاب آغاز میکنیم. این برنامه خوب از زمان میفهمین که هر روز ساعت 9 شب به وقت ترکیه و 2:30 شب به وقت افغانستان و ایران و همچنان ساعت 8 به وقت کشورهای اروپایی و کشورهای دیگره شما خودتان میتونین مدیریت بکنین و زمانها و تایمش داشته باشین. بیایید که هر شب با هم مطالعه کنیم. عنوانی که جناب رابرت کیوساکی در موردش صحبت میکنه میگه که آدم برنده‌ای که در درونتان مخفی شده را بیرون بکشید، و اصطلاح میگه امو آدمی درون برندهتان را بیدار کنید. میگه که در ادامه جناب رابرت کیوساکی میگه با فراگیری روش فروش چیزهایی یاد میگیرید که بسیار بیشتر از فروختن یا محصول یا کالا و دردتان خواهد خورد. زمانی که میگه من در شرکت زیراکس مشغول کار شدم، بسیار خجالتی بودم. با اینکه آموزش های بسیاری قبل از شروع کار در آن شرکت دیده بودم، ترسم مانی این میشد که به خانه های مردم بروم و یا حتی به آنها تلفن بکنم. از اونایی که حالا به این برنامه به گونه لایف میپیوندن، ما رأس ساعت این مطالعه را آغاز میکنیم و کسایی که جدیدن پیوستن حتما قسمت های گذشته کتاب را میتونن در همین صفحه اینستاگرام یا صفحه یوتیوب دنبال کنن. و اینجا ما قسمت دهم کتاب مطالعه میکنیم. از این رو کسایی که جدید میپیوندن قطعا گذشته شون میتونن، اما این کتاب فصلاش اینقدر زیبا و خوب است که از هر جایش بخوانین فکر میکنم خیلی کمکتان میکنه. پس میگه که ادامه از این میگه من بسیار خجالتی بودم و قبلش هم خب آموزش‌های قبل شروع کار اونجا دیده بودم. ترسم مانی از این میشد که به خانه های مردم برم و حتی به آنها تلفن بکنم. جالب اینجاست که این ترس را هنوز دارم، ولی به مرور آن درجه از اعتماد به نفس رسیدم که بر ترس هایم چکار کنم، غلبه کنم و برای فروش در خانه را بزنم و یا به کسی تلفن کنم. مهمترین کار در فروش تلفن کردن و تماس گرفتن و با یکی صحبت کردن است که این جرأت میخواهد، و وقتی شما این جرأت بکنین مطمئنم که فروش خواهید داشت. اگر یاد نگرفته بودم که چطور بر ترسم غلبه کنم، شخصیت بازنده درونم پیروز می شد. پدر پولدارم همیشه می گوید در درون ما یک آدم فقیر و یک آدم پولدار است، یک آدم برنده و یک آدم بازنده هم هست. هر باری که اجازه می دهید ترس و تردید بر شما غلبه می کند، در واقع آدم بازنده درونتان پیروز شده است. یاد گرفتن فروش یعنی غلبه بر آن آدم بازنده درونتان. میخواین بر آدم بازنده درونتان غلبه بکنین، فروش یاد بگیرین. یاد گرفتن فروش یعنی بیدار کردن آدم برنده درونتان. یاد گرفتن فروش یادگیری غلبه بر آدم بازنده درونتان است. یاد گرفتن فروش در واقع آدم برنده درونتان را بیرون میکشید.
یکی از خوبی های بازاریابی شبکه این است که یا فروش مستقیم این است که امکانی روبرو شدن یعنی کلنجار رفتن و غلبه کردن بر ترس ها را به شما یاد می دهد و به این شکل آدم برنده درونتان را بیدار خواهید کرد. از همه مهمتر این است که رهبرانتان در طی آموزشتان صبورانه در کنارتان خواهد بود. چون این محیطی بعد از مدت 3 تا 6 ماه فروش خوبی نداشته باشد اخراجتان می کنند. البته شرکت زیراکس کمی نسبت به بقیه منصفاناتر برخورد می کرد و 1 سال فرصت برای آموزش و 1 سال هم برای کسب تجربه به من فرصت داد. اطمینان دارم که اگر آن 2 سال نبود قطعا عذرم را می خواستن و مرا رخصت می کردن، می گفتن برو خدا حافظ. اطمینان دارم که اگر آن 2 سال نبود قطعا عذرم را می خواستن. دقیقا کمی مانده بود که اخراج شوم که اعتماد به نفسم را پیدا کردم. به همین خاطر فروشم بالا رفت و طی 2 سال فروشنده اول یا دوم شرکت بودم. چی وقت اول و دومین فروشنده شرکتت شد؟ وقتی که اعتماد به نفس رابرت کیوساکی آمد بالا. پس میگن یعنی چی؟ یعنی اولین اصل در فروش داشتن اعتماد به نفس بسیار بالاست. البته افزایش اعتماد به نفس بیشتر از معاش یا حقوق پایان ما هم برای ارزش داشت. این تجربه برایم بسیار بسیار ارزشمند بود و در نهایت به من کمک کرد تا میلیونر شوم. و همین دلیل همیشه قدردان شرکت زیراکس و کارمندانش هستم، برای اینکه به من یاد دادن که چگونه بفروشم و مهمتر از همه اینکه چطور بر شیاطین ترس و دودلی خود غلبه کنم. در حال حاضر به این علت بازار به شبکه‌ای را به همه توصیه میکنم، چون این حرفه فرصت‌های ارزشمندی در اختیار همه قرار میدهد. یادگیری فروش به من کمک کرد تا همسر ایدئالم را پیدا کنم. گوش کنین، یادگیری فروش میگه به من کمک کرد تا بهترین همسر زندگیم را پیدا کنم، یعنی تا همسری را که میخواستم پیدا کنم یادگیری فروش این را به من کمک کرد. حالا پیام خوبیست برای مجردهایی که هنوز همسر ندارن، دختر خانمایی که هنوز همسر ندارن، آقایانی که هنوز همسر ندارن. مهارت فروش و یادگیری فروشی کمک به شما میکنه، قسمی که به جناب رابرت کیوساکی کمک کرده. میگه بدون داشتن مهارت فروش و مهمتر از آن اعتماد به نفس بالا، شک دارم که میتوانستم همسر یا با همسر ایدئالم ازدواج کنم. زمانی که برای اولین بار همسرم کیم را ملاقات کردم، در نظرم زیباترین زن دنیا بود و جالب اینجاست که زیباییش برای من در حال حاضر چند برابر شده، برای اینکه سیرتش از سیمایش بسیار زیباتر بود. زمانی که برای اولین بار دیدمش از هیجان زیاد زبانم گرفته بود، می ترسیدم به سمتش برم، ولی مهارت‌های فروش به کمکم آمدن. پس به جای اینکه در کنج گوشه استاده شوم و از گوشه چشم او را ببینم و خون دل بخورم، با اعتماد به نفس پیش رفتم و سلام کردم. آموزش‌های فروشندگی هم در حال ادا کردن دین شده بودن، دینش بودن در حقیقت. کیم به سمت من برگشت و لبخند فوق‌العاده زیبایی زد. من شفته اش شدم. او دختر زیبا و اجتماعی بود و ما توانستیم در مورد بسیاری چیزها صحبت کنیم. به نظر می رسید که بسیار خوب با هم کنار آمدیم. او دقیقا همان دختری بود که دنبالش می گشتم. زمانی که از او درخواست ازدواج کردم و پاسخ منفی داد. خوش نشدیم که اول مثبت می دادیم. از آنجایی که فروشنده ماهر بودم، بارها و بارها درخواستم را تکرار کردم و هر بار پاسخ منفی شنیدم. با وجودی که غرور مردانم جرحه‌دار شده بود، مکررن درخواستم را مطرح کردم ولی او دوباره پاسخ منفی داد. 6 ماه این مسئله ادامه داشت. بچه ها شما یک بار پیام دادین پاسخ منفی گرفتین، حال مایوس شدین. 6 ماه این ادامه داشت و تا این 6 ماه اون مدام پاسخ منفی میداد. اگر می توانستم بر تردید خود غلبه بکنم که با اولین پاسخ منفی او ناامید می شدم، بعد از 6 ماه از نظر روحی دچار مشکل شدم. هر باری که او می گفت نه، من بیشتر در لاک خودم فرو می رفتم تا مرهمی بر غرور جراحت دیدم باشد. دیگر غرورم در هم شکسته بود.
با این وجود دست از تقاضا کردن بر نداشتم. در نهایت یک روز به من گفت بله، و از آن روز به بعد هرگز از هم جدا نشدیم. در دوران نامزدی ما بسیاری از دوستانم می گفتن باور ما نمی شود که نامزد تو باشد. دقیقا شما مثل دیو و دلبر هستید. عجب خوششانس هستی لامصب. و من حرف پدر پولدارم را به یاد می آورم که می گفت فروش اصلی ترین مهارت کسب و کار، مهمترین مهارت زندگی است. وای 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 چه جمله است بچه ها، گوش کنین. فروش اصلی ترین مهارت کسب و کار و مهمترین مهارت زندگی است. مهمترین مهارت زندگی فروش است، اصلی ترین مهارت کسب و کارم فروش است. می توانید عکس من و همسرم را در انتهای آخر کتاب، کتاب جوان و ثروتمند متقاعد شوید ببینید. حالا کتابایش است قطعا در گوگل یوتیوب هم سرچ کنید پیدا میکنید. در آن عکس من و کیم در جزیره فیجی در حال سوارکاری هستیم و از اعماق وجود میخندیم. دلیل خوشحالی من در آن روز این بود که در آن روز بالاخره با آزادی مالی رسیده بودم. این را هم میدانم که بدون کیم نمیتوانستم به این موفقیت برسم. او زن رویاهایم بود و زندگی مرا کامل کرد. امسال 18مین سال سالگرد ازدواجمان را جشن بگیریم. حالا البته این کتاب چندین سال پیش. حالا بیایم چند نکته در مورد پاسخ منفی شنیدن صحبت کنیم. در مورد پاسخ منفی میشنوین چند نکته. چند روز قبل یک اعلان تبلیغاتی از رادیو شنیدم که میگفت این کسب و کار واقعا بی‌نظیر است. هیچ فروشی هم نداشته باشیم. با خود فکر کردم زمانی که چنین کسب و کار و فروش خوب وجود دارد و درآمد بسیار خوبی هم دارد، چرا کسی حاضر می شود به کار کارمندی تن بدهد؟ آن وقت به این نتیجه رسیدم که بیشتر مردم دنبال کار هستند تا کمترین ارتباط را با فروش داشته باشند. هرچند که همه ما در طول روز به شکلهای مختلف انجام می دهیم فروشه، در حالی که بیشتر مردم با فروشندگی مخالف نیستن، بلکه در یک کلام از نشنیدن میترسن. هیچ کس فروش بد نمیبینه، خب فقط از اینکه نمیشنون میترسن. اعتراف میکنم من هم همینطور هستم. من هم از شنیدن پاسخ منفی بیزارم. از آنجا که بیشتر مردم از شنیدن پاسخ منفی متنفر هستن، شاید بد نباشد چند کلمه در مورد این احساس تنفر به شما بگویم یا به شما مطرح کنم. گوش کنین بچه ها. حدوداً 20 سال قبل که در شرکت زیراکس شرایط چندان مناسبی نداشتم و هر آن احتمال داشت که اخراج شوم، هر لحظه احتمال داشت که اخراج شوم، به سراغ پدر پولدارم رفتم و گفتم از نشنیدن متنفرم. این هیچ چیزی نیست. ترس از این که یک نفر به من نبوگید شب و روزم را تاریک کردم. تمام زورم را میزنم تا در چنین شرایط نیفتم. در حقیقت گاهی اوقات تصور میکنم که بهتر است بمیرم تا اینکه جواب رد برایم بدهن. گاهی اوقات برای فروش دستگاه به جای میروم و برایم میگویند که دستگاه داریم یا اگر بخوایم به خاطر قطعات از شرکت زیراکس نمیخریم، آن را از شرکت IBM تهیه میکنیم. و یا گاهی اوقات میگفتند که ما با فروشنده اجتماعی کار نداریم. در این شرایط از خجالت میخواستم بمیرم اصلا. هرچی بیشتر به این اتفاقات فکر میکنم بیشتر دوست دارم تا فروشندگی را ترک کنم. هر قدر از این اتفاقات فرار میکردم شرایطم در شرکت زیراکس بدتر میشد. پس جمله را گوش کنین. موفقیت مساویس به شنیدن پاسخ رد. این فرمول یادتان نره. موفقیت مساویست به شنیدن پاسخ منفی، شنیدن رد، شنیدن پاسخ رد. در آن زمان این ترس ها زندگیم را از بین می برد. ظاهرن فرد اجتماعی با اعتماد به نفس بالا بودم، ولی در درونم از این ترس ها غوغایی بود. شرایط زندگیم بسیار بد بود و از شرکت زیراکس اخراجم میکردن.
درست روزی که قرار بود مدیر فروش از من امتحان بگیرد و نظر نهاییش را در مورد ماندن یا رفتن من تصمیم بگیرد، تمام نصایح پدر پولدارم به کمکم آمدن. او گفت یادت باشد که موفق ترین آدم های دنیا آنهایی هستند که بیشتر از همه جواب رد شنیدن. گوش کنین باز جمله را، جمله طلایی را باب طلا بنویسین جملاته. یادت باشد که موفق ترین آدم های دنیا آنهایی هستند که بیشتر از همه جواب رد شنیدن. اول تصور میکردم که اشتباه شنیدم، به همین دلیل پرسیدم چی؟ آیا درست شنیدم؟ بیشتر از همه جواب رد شنیدن؟ بله درست شنیدی. آنهایی که کمتر از همه پاسخ رد شنیدن، کمتر از همه در زندگی موفق میشون. باز گوش کنین، آنهایی که کمتر از همه پاسخ رد شنیدن، کمتر از همه در زندگی موفق میشون. یعنی اگر میخوام بیشتر موفق شوم، باید بیشتر جواب رد بشنوم. یعنی اگر میخواهم بیشتر موفق شوم، باید بیشتر جواب رد بشنوم. معلوم است دیگه، همین. ولی من درست متوجه نشدم. میشود واضح تر توضیح بدین؟ مثلا برای رئیس جمهور نگاه کن، 49% رای دهنده ها که خدا میداند چند میلیون نفر میشود بر ضد از او رای میدهند، بر ضد از او در حقیقت رای بدهند، این همه آدم او را رد کردند. خب بگو تا حالا شده چند میلیون نفر به تو نبگویند؟ چند میلیون نفر به رئیس جمهور نمیگه بازم رئیس جمهور میشه؟ برای شما چند نفر نگفته؟ چند میلیون نفر به شما نگفته؟ خب نه، خب نگفته کسی. خب 1,000,000 گفته؟ نه. 100,000 نفر گفته؟ نه. 100 نفر؟ نه. خب تو چرا قم میخوای موفق شدی؟ خب دیگه باید صبر کنی. وقتی چند میلیون نفر به تو نه نگفتن، وقتی چند میلیون نفر به تو نگفتن، بیان برات نبگین، آن وقت مشهور و موفق میشوی. بچه‌ها این هدفتان تعیین بکنین، بگوین مثلا 10,000,000 20,000,000 در زندگی باید نبشنوم، او وقت موفق ترین فردی و صنعتتان میشوین. اگر بیاین بیشترین نره بشنوین در طول تاریخ، حرف شما درست است، ولی چند میلیون نفر هم به او جواب مثبت دادن. قبول دارم، اما فکر میکنید از رد شدن میترسید؟ اصلا میترسید از رد شدن؟ میترسید اصلا جرأت میکرد برای رئیس جمهوری کاندید شود؟ فکر میکنید کسی که رئیس جمهور شده اگه از رد شدن میترسید، منظورش ایست، آیا بازم خود کاندید میکرد؟ نه فکر نمیکنم. نه فقط میلیون ها نفر به او رأی مخالف دادن، بسیاری ها هم از او متنفرن. تازه اگر محافظ نداشته باشد، هر لحظه ممکن است ترورش کنن. من فکر نمیکنم بتوانم این همه فشار را تحمل کنم. شاید برای همین است که با آن چیزی که میخواهید نمیتوانید برسید. اگر این فشار بقی ازت متنفر شوه، بعضی هم مسخرید کنن، بعضی هم برای جواب منفی بتن و رد بتن و توی تحمل نداری، به همین خاطر موفق هم نمیشی. اگر میخوایی موفق شایی، باید مردم ازت متنفر شوه، باید نبشنایی، باید ردت کنن. این تنها راه موفقیت است. معلوم است که هیچ کس خوش ندارد برایش نبوگین. بچه ها نمیتونین همه ازتان راضی باشه و موفق شوین. اما تاریخ به ما میگوید که آنهایی که تمام سعی خود را میکنن که کمتر نبشنون، هیچ موفقیت هم به دست نیاوردن. وای این فصل کتاب به نظرم خیلی مهم است. یه باید با همه شیر کنین، با هر کسی که دوست دارین کمکش کنین. البته این حرف و این معنی نیست که این قبیل آدم ها اصلا موفق نبودن، بلکه منظور این است که به اندازه آنهایی که بسیار رد شدن موفقیت نداشتن. پرسیدم پس اگر بخوام در زندگی موفق شوم، باید بیشتر خطر رد شدن را به جان بخرم؟ یعنی باید بیشتر خطر رد شدن را به جان بخرم؟ پدرم گفت، پدر پولدارم گفت دقیقا همینطور است. مثلا پاپ را میشناسی؟ آن مرد بسیار مقدسی است و رهبر مذهبی گروهی بسیاری از مسیحا است. با این وجود باز هم حتی بین خود مسیحا
کسانی هستند که اصلا او را قبول ندارند. کار به بقیه نداره، میلیون ها نفر به حرفایش اهمیت نمیدهند و با تمام اصولی که دارن از ریشه و اساس آن را رد میکنن. منظورتان این است که اجازه بدیم تا بیرونم کنن، برام بین مردم و از شنیدن پاسخ منفی نترسم، در کل برای فروش برام سراغ کسانی که حتما جواب رد بدهن برام؟ معلوم است. بله دقیقا همین است. نرین که جواب مثبت بشنوید، فقط برین جواب منفی بشنوید، چون اگر این کار را نکنید حتما اخراجت میکنن. پدرم لبخند زد و گفت البته باید مراقب باشی، برای اینکه هر چیزی حد و اندازه‌ای دارد. معلوم است که باید خطر رد شدن را به جان بخرید، ولی اگر از این رد شدن‌ها چیزی یاد نگیری کارت زار خواهد بود. برای همین باید تلاش کنی از این رد شدن‌ها درس‌های لازم را یاد بگیری. با این میگویند تغییر کردن. گفتم خب رد شدن و تغییر کردن، رد شدن و تغییر کردن، رد شدن و تغییر کردن. فقط رد شدن کافی نیست، یاد بگیریم از رد شدن ها دوباره تغییر کنیم، دوباره بریم که رد شویم. بله پدرم به عنوان موافقت سر تکان داد و در مورد دوره آموزشی بازاریابی که در هانلولو آموخته بود برایم روی کاغذ نوشت. چی نوشت؟ آموزش رد شدن و تغییر کردن مساویس به آموزش و پیشرفت. این جمله را می فرمولم داشته باشین، رد شدن و تغییر کردن مساویس به آموزش و پیشرفت. من سال هاست که به این شیوه عمل می کنم بچه ها. هر بار که شکست می خورم و پاسخ منفی می شنوم از خودم سوال می کنم کجای کارم اشتباه بود و کجای کارم را می توانستم بهتر انجام بدم. اگر به نتیجه ای که میخواهم نرسم بلا فاصله به سراغ فرد متخصصی که اطلاعات کافی در این زمینه دارد میروم تا از او مشورت بگیرم. تمام مسائل را با او مرور میکنم و اگر لازم باشد صحنه را برایش بازسازی میکردم و او نقش خریدار را بازی میکرد. این را هم بگویم که هرگز به فردی که به من پاسخ منفی میداد توهین نمیکردم و هرگز با خودم نمی گفتم که آدم احمق است که از من نمی کند یا نمی خرد به اصطلاح. حتی پیش خودم از او تشکری می کنم که باعث شده تا متوجه اشتباه هم شوم و برای یادگیری و پیشرفت تلاش بیشتری بکنم. تمام این مسائل باعث شد تا در زندگی موفق شوید. آیا تمام این مسائل باعث شد تا در زندگیت موفق شوی؟ درست است. به نظر من با این روش میتوان در هر کار موفق شد، ولی به نظر نمیرسد که ممکن باشد پاسخ رد شدن را از این روش حذف کرد. یعنی نقطه شروع آموزش همین پاسخ رد شدن است. پدرم لبخند زد و سرش را به نشانه تأکید تکان داد و گفت درست است. برای همین است که آدم هایی که خطر رد شدن را میپذیرند از بقیه موفق تر هستند. بیشتر مردم موفق نیستند برای اینکه به اندازه کافی رد نشدن. هر چی بیشتر خطر رد شدن را به جان میخریدم امکان موفقیتم بیشتر خواهد شد. با لبخند به پدر پولدارم گفتم متوجه شدم. چند روز بعد کار جدیدی پیدا کردم که بسیار به دردم میخورد. با این کار برای یک مؤسسه خیریه به صورت تلفنی اعانه جمع می‌کردم. باید بگویم که هدفم اصلاً کسب درآمد نبود و آنها هم پول از این بابت پرداخت نمی‌کردند. هدفم این بود که به افراد نیازمند کمک کنم و همینطور ظرفیت نشنیدنم را بالا ببرم. تجربه با من ثابت کرده بود که در زیراکس امکان زیادی برای این کار وجود ندارد. تماس‌های شبانه این امکان را در اختیار من قرار داد که بیشتر و بیشتر نبشنوم. خب گوش کنین. بعد از مدت کوتاهی کشف کردم که هرچی بیشتر رد بشوم بیشتر یاد خواهم گرفت و هرچی بیشتر یاد بگیرم بیشتر موفق خواهم شد. 3 شب در هفته برای آن مؤسسه کار میکردم. حدوداً 1 سال به صورت مجانی برای آن مؤسسه کار کردم. باور کردنی نیست، ولی موقعیتم در زیراکس روز به روز بهتر شد و از فردی که در آستانه اخراج شدن بود به بهترین فروشنده شرکت تبدیل شدم. بعد از این
موفقیت ها از شرکت زیراکس استفا دادم، خداحافظی کردم و تمام وقتم را صرف کسب و کار خودم کردم. سفرم را برو بی بی آغاز کردم. درسی که از آن اتفاقات گرفتم این بود که هرچی بیشتر پاسخ منفی بشنوم قطعا موفق تر خواهم شد. حالا بیاین گوش کنین، 98% 98% رد شدن یعنی چی؟ قبل از این که به سراغ مبحث بعدی برویم، بد نیست چند مثال از دنیای واقعی برایتان بگویم. وقتی که در دانشگاه تحصیل میکردم، سر یکی از صنوف، سر یکی از کلاس ها، یکی از استادان گفت برای موفقیت در کسب و کار لازم است که حداقل در 51% مواقع درست عمل کنید. از نظرم این حرف زیاد درست نیست و در عمل با درصدی بسیار کم از این میتوان به موفقیت های بزرگ نائل شد. برای مثال کسب و کار را در نظر بگیرید که از طریق نامه های پستی با هدفش ارتباط برقرار میکند. اگر شرکتی 1,000,000 نامه بفرستد و از میان 1,000,000 فقط به 2% آنها پاسخ داده شود، این نوع فعالیت موفقیت آمیز خواهد بود. یعنی 98% افراد پاسخشان منفی بوده است و 98% نامه ها را رد کردند، ولی چیزی که مهم است این است که 2,000 نفر پاسخ مثبت دادند. در حقیقت برای بیشتر فعالیت های اقتصادی بزرگ 98% پاسخ رد شدن موفقیت بزرگ خواهد بود. یعنی از هر 100 نفر 2 نفر قبولتان کنه، 98 نفر ردتان کنه، بازم بهترین نتیجه را خواهید گرفت. نکته مهمی که این مثال برای شما خواهد داشت این است که برای اینکه در زندگی با موفقیت‌های بیشتر برسید، در جستجوی نشنیدن باشید و بعد نوع عملکرد خودتان را تغییر دهید، در زندگی موفقیتتان 100% شود. چه فرصت بهتر از این! اگر میخواهید در زندگی موفق شوید، توصیه میکنم به یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای ملحق شوید و روش غلبه بر ترس از نشنیدن را یاد بگیرید. مطمئن باشید که اگر 5 سال به این تمرین ادامه بدهید، بقیه عمرتان سرشار از موفقیت خواهد بود. پس آموزش در مقابل فروش. اگر بخواهیم کار من در شرکت زیراکس را با کار یک نفر در یک شرکت فروش مستقیم مقایسه کنید، کار آن شخص نسبت به کار من بسیار سخت‌تر است. در شرکت زیراکس تنها چیزی که باید به خوبی یاد می‌گرفتم فروختن کالا یا محصولات بود، ولی در فروش مستقیم علاوه بر این باید به دیگران هم فروش را آموزش دهند. در این شرکت ها اگر بتوانید بفروشید ولی قادر نباشید که به دیگران بیاموزید، چندان باعث موفقیتتان نخواهد شد. پس یادتان باشد که شرط موفقیت شما در فروش مستقیم در این است که معلم خوبی برای زیر مجموعه تان باشید. اگر به شغل معلمی علاقه دارید، اطمینان داشته باشید در فروش مستقیم موفق خواهید شد. من شخصا به تدریس و آموزش بیشتر از فروش علاقه دارم. خوبی فروش مستقیم در این است که معلم بودن را هم به شما آموزش خواهند داد. اگر به یاد دادن و یاد گرفتن علاقه داشته باشید، فروش مستقیم بسیار برایتان کارآمد خواهد بود. به همین دلیل است که من نام این کتاب را دانشکده کسب و کار گذاشتم. دانشکده کسب و کار. مدیران فروش نمی فروشند، آموزش می دهند. جمله طلایی. مدیران فروش نمی فروشند، آموزش می دهند. در حین تحقیق در مورد شرکت های فروش مستقیم با افراد بسیار برخورد داشتم که بسیار تلاش می کردند و خوب هم می فروختند، ولی هرگز در کسب و کارشان موفق نبودند. به این دلیل که بجای اینکه به زیر مجموعهشان فروش را آموزش دهند، خودشان کالا را می فروشند. به عنوان مثال به جلسه رفته بودم که مشتریان احتمالی جدیدی داشتند. آنها در جلسه حضور پیدا کرده بودند و به سخنرانی گوش می دادند. دیدم که بالادستی یعنی مافوقش او کلن جلسه را در دست دارد، ولی خودش ساکت است و لام تا کام چیزی نمی گوید. بعد از ختم جلسه از او سوال کردم آیا ما فوقش به اصطلاح
تا به حال سر و فنهای فروش را به او آموزش داده یا نه؟ او در جواب گفت نه. او فقط به ما گفته تا میتوانید آدم جذب کنید برای شرکت در جلسات و فقط خودش میفروشد. واقعیتش را بخواهید، او بهتر از همه ماست. این را که گفت اطمینان پیدا کردم که برنامه آموزشی این شرکت کمبودی هایی دارد. به عنوان مثال فهرستی از کتابایی که باید خوانده شود تهیه شده بود که متاسفانه حتی یک نفر یک جلد از آن را مطالعه نکرده بود. دوم اینکه آنها دوستان و آشناهای خود را وارد شبکه خود کردند و تنها کسی که فروشنده خوب بود کالای شرکت را به آنها میفروخت. برای همین آنجا دانشکده کسب و کار نبود، بلکه دانشکده فروش بود. چارلی رابینسون مدیر فروش من در شرکت زیراکس یکی از بهترین مربیانی بود که تا به حال دیده بودم. زمانی که برای فروش با کسی تماس میگرفتم، او کنار من مینشست و به حرفای من گوش میداد. در آن شرایط او بسیار کم صحبت میکرد. بعد از آن هم به دفتر کارش میرفتیم و طرز بیان مرا تجزیه و تحلیل میکرد و نقاط ضعف و قوتم را برای مشخص میکرد. بعد از اصلاح اشتباهاتم با من تمرین میکرد تا مهارتهای فروشم را تقویت کنم. خصوصا این را به من یاد میداد تا بر احساس ناخوشایندی که در مقابل شنیدن پاسخ منفی به من دست میداد غلبه کنم. به این ترتیب یاد گرفتم تا فروشنده خوبی شوم، چون معلم خوبی داشتم. هرچند که خود او فروشنده بسیار قابل بود، ولی زمانی که مدیری فروش شد مجبور شد راه و رسم آموزش دادن را نیز بیاموزد. به همین دلیل زمانی که با تلفن صحبت میکردم ساکت میماند و به چیزهایی که میگفتم گوش میکرد. گاهی اوقات پا پیش میگذاشت تا با من نشان دهد چه کار کنم، ولی در بیشتر مواقع چیزی نمیگفت. حتی اگر مرتکب اشتباهی میشدم پیش روی مرا نمیگرفت. خلاصه ای کلام این که اگر میخواهید در فروش مستقیم موفق شوید، باید مثل چارلی رابینسون هم یک فروشنده خوب و هم یک معلم خوب باشید. زمانی که این مهارت ها را یاد گرفتید، رویاهایتان در فروش مستقیم محقق می شود. صفحه 138 کتاب دانشکده کسب و کار از جناب رابرت کیوساکی که میگه اکنون می توانید بر رویای خود برسید، همه چیز از زمان حال آغاز می شود. این بود ختم قسمت دهم این کتاب که ما از اینستاگرام و یوتیوب ویدیو را پخش می کنیم. انشاءالله تا فردا شب که دوباره ادامه کتاب با هم مطالعه خواهیم کرد، همه تانه به خداوند لایزال میسپارم. شاد و موفق و پیروز و سرفراز باشین. ممنون از این که در پخش و نشر ویدیوها همکاری میکنین و فرهنگ کتابخانی و مطالعه را پخش میکنین. اصلا خواهش میکنم که بعد از اینکه این ویدیو پخش میشه حتما در پایین برین و او دکمه ارسال بزنین و به تمام اعضایی که دوست دارین و میخواین کمکش بکنین و کسایی که نه زیاد میشنون و نه نمیشنون از نه متنفرن و میخواین موفق شون در هر عرصه ای از زندگی، به نظرم این ویدیو امروز یکی از مهمترین ویدیوهاست. به همه برسانینش و دعوت ازشان بکنین که در جلسات بعدی کتابخانی با ما یک جا باشند. خدا نگهدار عزیزا، شب روزتان خوش. خدا نگهدار. خدا حافظ.